امروز داخل این ویدیو قرار گلیچی بهتون آموزش بدم که با این متد میتونید هر وصله که دوست دارید و به صورت کاملا رایگان خریداری کنید دیگه وقت رو تلف نکنیم بزن بریم سراغ گلیچ فریزمانی برای همه پلتفرما لتس گو سلام و درودی فراوان مستر راهی هستم به یه ویدیو جدید از کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید و امیدوارم که حال دلتون عالی تر از عالی باشه امروز داخل این ویدیو قراره بهتون دو تا متد از گلیچ ریفاند مانی یا همون فریز رو بهتون آموزش بدم متد اول مخصوص نسل قدیمه که قراره بهترین متد آموزش بدم که بدون دیلیت کارکتر دوم بتونید این گلیچ رو انجام بدید و هر چقدر که ماشین دوست دارید در سریترین ترین زمان بخرید و متد دوم مخصوص نسل جدیده یعنی شما اگه تا آخر ویدیو همراه من باشی میتونی این گلیچ رو خیلی کامل یاد بگیری و بتونی بری تو کارش و کلی پول به دست بیاری و در سریعترین زمان در جیتی آنلاین پولدار بشی این گلیچ یکی از بهترین گلیچ های پول سولوه که بر هر دو نسل قابل انجامه فقط قبل از شروع گلیچ لطفا برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید دم همتون گرم حالا اول از همه بریم سراغ پیش نیاز این گلیچ بسیار جذاب شما برای اینکه بتونید این گلیچو بزنید اول از همه نیاز به بخش آفلاین بازی دارید و باید یه سیو آفلاین داشته باشید که درصدش اصلا مهم نیستش و باید روی اون سیو آفلاین که میخواید گلیچو بزنید گیاه پرنده بخورید که من قسمت دیسکریپشن همین ویدیو یه لینکی گذاشتم وقتی روی لینک ضربه بزنید وارد یه سایتی میشید و اونجا میتونید لوکیشن گیاه پرنده رو ببینید و الانم یکی از لوکیشن ها رو دارید میبینید شما باید برید و گیاه پرنده رو بخورید و تبدیل به پرنده بشید وقتی هم که این کارو میکنید پرنده داخل دایرکتور مود براتون باز میشه این پیش نیاز گلیچه یعنی شما اگه نسل قدیم هستید یا حتی نسل جدید باید این کار انجام بدید تا بتونید گلیچ رو انجام بدید و این نکته مهم سیو آفلاینی که میخواید استفاده کنید نباید اوتو سیو یا بکاپ باشه باید سیو اصلی باشه و بهتره برای اینکه گلیچ رو بهتر و راحت تر بزنید حتما اوتو سیوتون رو آف کنید خب دوستان این بود از پیش نیاز این گلیچ که هم برای متد اول هم برای متد دوم باید این کار انجام بدید حالا اول از همه بریم سراغ متد اول که مخصوص نسل قدیمه خب دوستان اول از همه من یه توضیح بدم ما الان اومدیم داخل استیشن این تی. الان همونجوری که سمت راست بالا میبینید پول من 45 میلیونه حالا با توجه به پولی که دارم باید یک سری وسیله بخرم این گلیچ گلیچ ریفاند مانیه ولی به گلیچ فریزمانی معروف شده یعنی من اگه بنویسم گلیچ ریفاندمانی خیلی هاتون اشتباه میگیریدش پس می نویسم گلیچ فریزمانی ولی در اصل این گلیچ گلیچ ریفاندمانیه یعنی قرار پول از حساب من کم بشه ولی با یه گلیچ قرار همون پول برگرده و اون وصله که خریدم بمونه حالا بریم گلیچ رو انجام بدیم پول منو الان دارید میبینید و من با توجه به این لیمیت مسخره که اومده میرم داخل سایت وارستاک و میخوام اپرسور ام 2 تو بخرم حالا شاید بگی مستر چرا میخوای اپرسور بخری به خاطر اینکه با توجه به این جدولی که میبینی و این قوانین مسخره دیگه به اون صورت نمیشه از این گلیچ پول درآورد و اگه میخواید بیشتر اطلاعات کسب کنید حتما سمت راست بالا ویدیو که ساجست شده رو ببینید چون قوانین مسخره که رو کامل بهتون توضیح دادم من میخوام اوپرستور بخرم با توجه به بودجه ای که دارم خب ما الان باید بریم وارد سایت وارستاک بشیم یا هر سایتی که دوست دارید فرقی نداره شما وقتی که وارد شدید الان شما از این بخش باید اینو بزنید و یه سری ماشین رایگان میبینید یا ماشین با یه قیمت پایین میبینید خب ما الان وارد سایت ساک شدیم و میرسیم سراغ دوک و باید دوک رو خریداری کنیم یه ماشین رایگان وقتی که خریداری کردید دو تا دایره میزنید و از این بخش میاد پایین و اون ماشین یا اون موتوری که میخواید باید خریداری کنید که ما الان داریم این کار رو انجام میدیم خب من دو تا بخرم کافیه وقتی که خریداری کردید فقط باید اینترنت رو قطع کنید خب شما وقتی که اینترنت رو قطع میکنید باید زبده رو بزنید و بعدش باید اینترنت رو وصل کنید حالا من کابل لن رو کشیدم فرقی نداره فقط یه نکته مهمی رو بذارید بهتون بگم از موقعی که شما اون ماشین فیریو میخرید تا اون ماشین اصلیتون رو میخواید بخرید بین 20 الا 30 ثانیه باید زمان ببره بیشتر نباید بشه چون ممکنه گیلیچ نگیره و پول از حسابتون کم بشه الان ما گیلیچ انجام دادیم و دو تا اوپر خریدیم دیدید چقدر پول کم شد ولی الان وقتی که اینترنت قطع کنیم وارد بخش آفلاین بازی میشیم حالا باید از قسمت اینتراکشن منو وارد دایرکتور مود بشیم خب شما وقتی که وارد دایرکتور مود شدید از قسمت اکتورز انیمالز باید اون گیاه پرنده یا اون پرنده‌ای که دارید رو انتخاب کنید خب ما الان با پرنده وارد دایرکتور مود شدیم مپمون رو باز میکنیم دقیقا همین جایی که میبینید باید یه مارک بذاریم وقتی که این کارو کردیم از قسمت لوکیشن وی پوینت رو انتخاب میکنیم و زبدر یا بر شما هرچی کس رو میزنیم و همونجا اسپان میشیم با پرنده خب وقتی که دقیقا همون جایی که لوکیشن گذاشید اسپان شدید باید برخلاف ماشین رو حرکت کنید یک کامیون پیدا کنید وقتی که نزدیک کامیون شدید دیپد پایین رو نگه دارید سویش کنید روی کارکتر آفلاینتون الان اسلو موشن شده صفحتون قبل از اینکه خواستید به کامیون بخورید باید دیپد و ول کنید وقتی که این کار میکنید روی این آلرت میمونید و بعدش باید آلرت بزنید و پرنده باید طبق چیزی که میبینید واسطت بشه دقیقا باید مثل مردن در آفلاین باشه وقتی که این کار رو میکنید و پرنده رو واسطت میکنید سمت راست پایین یک دایره سفید شروع میکنه به چرخیدن و صفحتون بلک سکرین میشه حالا شما باید اینترکشن منو رو بزنید و دیپد بالا بزنید و زبده رو بزنید با این کار ما از بلک اسکرین در میاییم و میریم وارد بخش دایرکتور مود میشیم وقتی که وارد شدید پرنده رو به شما نشون میده فقط کافیه اگزیت تو استوری مود رو بزنید یا نه میتونید از قسمت اکتورز یه دون از این کارکترها رو انتخاب کنید و برید داخل دایرکتور مود وقتی هم که رفتید باید برید وارد بخش آفلاین بشید چون ممکنه صفحتون رو هواگیر کنه و بهتره با یه کارکتر دیگه برید نیازی نیستش با پرنده برید وقتی که این کارو میکنید کارتون تمومه در اصل وقتی که وارد بخش آفلاین شدید با کارکتر دایرکتور مود آپشن رو بزنید برید آنلاین به قسمت پلی جیتی آنلاین و این وایتونی رو انتخاب کنید ما الان کارمون رو کامل انجام دادیم سیشن این رو ساختیم حالا ببینیم چه اتفاقی میفته خب دوستان ما الان داخل استیشن این اسپان شدیم حالا ما دقیقا داخل گاراژ پنتاوس کازینو وسایل و خریداری کردیم الان همونجوری که میبینید پول از حسابمون کم نشده ما دقیقا 45 میلیون پول داشتیم دست نخورده حالا ما میایم اینجا و میریم داخل گاراژ ببینیم چه اتفاقی افتاده خب همونجوری که الان میبینید ما دوتا اپرسورمون رو اینجا داریم و ما دقیقا دو تا خریدیم داخل گاراژ پنتاوس و این هم از دوک رایگانی که خریداری کردیم این از یه گلیچ خیلی خوب و راحت که شما میتونید هر وسیله که دوست دارید و کاملا رایگان خریداری کنید حالا این مخصوص نسل قدیمه یعنی کسایی که نسل قدیم هستن میتونن این گلیچ رو انجام بدن و هر وسیله که دوست دارن و در سایت ترین زمان بخرن این گلیچ یکی از بهترین گلیچ هاست چون نه نیازی به دیلیت کارکتر داره و داخل کارکتر اصلیتون میتونید گیلیچ رو بزنید حالا شما که تا اینجای کار اومدید حتما ویدیو رو لایک کنید حالا که لایک کردید بریم سراغ متد مخصوص نسل جدید که یه گلیچ بشه دست ساده و راحته بزن بریم خوب دوستان بریم سراغ متد دوم که متد دوم مخصوص نسل جدیده یعنی شما روی نسل جدید هم میتونید گلیچ فریزمانی انجام بدید و هر وصله که دوست دارید و بخرید شما باید یه سیو آماده کنید که اول ویدیو بهتون گفتم که چیکار باید انجام بدید اگه اول ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید چون اونجا بهتون کامل توضیح دادم شما باید یک فایل آفلاین آماده کنید که ما از قبل این کار رو انجام دادیم خب نکته که وجود داره اینه که شما باید از قسمت سیتینگ حالا ما داخل آفلاین داریم این کار انجام میدیم ولی داخل آنلاین هم باید انجامش بدید حتما گرافیک مود رو بذارید روی فیدلیتی چرا چون باید بازیتون سی فریم بشه و نکته مهم بعدی اینه که شما حتما باید اینترنت رو از گوشیتون هات کنید به کنسولتون خیلی نکته مهمیه خب حالا وقتی که این کارا رو انجام دادیم الان باید یک سیشن اینوایتی بسازیم و بریم گلیچو انجام بدیم خب دوستان ما الان داخل سیشن اینوایتی استوان شدیم سمت راست بالا پولی که داریم رو دقت کنید خب ما الان با توجه به بودجه که داریم باید بریم داخل سایت و با توجه به بودجه خیلی زیاد من همه چی میتونم بخرم <applause> البته این پول من خیلی زیادتر از این بود راکستار با توجه به اون بن اومد پولای منم دیلیت کرد که حالا در ادامه شاید راجبش صحبتی بکنم حالا در کل شما باید وارد یه سایتی بشید که با توجه به بودجتون میتونید اون ماشینا رو خریداری کنید که حالا این ماشین رو من دوست دارم داشته باشم خب ما الان وارد سایت لجندری شدیم و این ماشین انتخاب کردیم حالا شما قبل از اینکه خواستید ماشین رو بخرید باید اینترنتتون رو قطع کنید یعنی از سمت گوشیتون باید اینترنت داده هاتون یا دیتاتون رو قطع کنید وقتی که این کارو کردید باید اون ماشین رو خریداری کنید وقتی که ماشین رو خریدید حالا هر چقدر که بود آپشن رو بزنید برید آنلاین و قسمت اگزیت تو استوری مودو بزنید وقتی که این کارو میکنید لوگو جی تی براتون اومد هات اسپات هم قطع کنید و بعدش هم هات اسپات هم اینترنتتون رو وصلش کنید وقتی که این کارو میکنید در اصل همون کار نسل قدیم رو انجام دادید ولی با یک کمی ترفندهای متفاوت شما وقتی که داخل آفلاین اسپان شدید فقط کافیه برید داخل دایرکتور مود حالا وقتی که وارد دایرکتور مود شدید پرنده رو باید انتخاب کنید و وارد بخش دایرکتور مود بشید و دقیقا شما الانم باید پرنده رو واسطت کنید دیگه کامل بهتون توضیح دادم گیلیچارو شما فقط کافیه مپ رو باز کنید و دقیقا همین جا یه مارک بذارید خب وقتی که با پرنده دقیقا همونجا اسفان شدید باید برخلاف ماشینا پرواز کنید و باید یه کامیون پیدا کنید نزدیک کامیون وقتی که شدید باید دیپد پایین رو نگه دارید سویچ کنید روی یکی از کارکترهای آفلاینتون و الان اسلو اسلوموشنه و ما همچنان سویچ کردیم روی فرانکلین و دیپد رو نگه داشتیم قبل از اینکه خواستیم به کامیون بخوریم باید دیپد رو ول کنیم وقتی که این کارو میکنید روی این آلرت چند ثانیه وایسید و بعدش باید ضبط رو بزنید وقتی که این کارو درست انجام بدید پرنده باید واستت بشه دقیقا طبق چیزی که دارید میبینید وقتی که این کار انجام دادید و بلک اسکرین شد صفحتون و سمت راست پایین یک دایره سفید شروع کرد به چرخیدن کافی اینتراکشن منو رو باز کنید و دیپد بالا رو بزنید و زبده رو بزنید اینجوری آلرت دایرکتور مود براتون میاد وقتی که زبدر بزنید در اصل اون قسمت صفحه سیاه رو ما رفت کردیم باگشو و الان فقط باید از قسمت اکتورز یکی از این کارکترهای آفلاین رو انتخاب کنیم و بریم داخل دایرکتور مود شما وقتی که رفتید داخل دایرکتور مود دیپد پایین رو نگه دارید و سویچ کنید روی فرانکلین یا هر کسی که اینجا بود حالت رو در بزنید الان ما با اون کارکتر دایرکتور مود میایم وارد آفلاین میشیم وقتی که این کار انجام دادید باید آپشن رو بزنید برید آنلاین و یک سیشن این بایتی باید بسازید خب دوستان ما الان داخل سیشن اسپان شدیم الان باید پولمون رو دقت کنیم خب پولمون دقیقا دست نخورده حالا ما باید از قسمت منیج ویکل اگه وسیله داریم ریترنش کنیم و زنگ بزنیم به مکانیک و ببینیم وسیلمون اومده یا نه خب دوستان همونجوری که میبینید وسیله ما اومده و پول از حسابمون کم نشده الان سفارشش میدیم و میبریم داخل لوسانتوس کاستوم و میفروشیمش اینم از این گلیچه خیلی ساده که من کلی متد از این گلیچ براتون گذاشتم ولی بازم متدای مختلفی این گلیچ ها دارن پس اگه حمایت کنید در سایت زمان براتون اون متد ها میذارم خب ما وارد لوسانتوس کاستوم شدیم و ماشین فروختیم و تمام به همین سادگی دوباره میتونیم این گلیچ رو انجام بدیم و هر چقدر که دوست داریم ماشین به دست بیاریم حالا یا بفروشیم یا نگهشون داریم خب دوستان اینم از این گلیچ به شدت جذاب و کاربردی در جیت آنلاین من تمامی این متدها رو به صورت جداگونه توضیح دادم و داخل ویدیوهای جداگونه آموزششون دادم که قسمت دیسکریپشن میذارم هم برای نسل قدیم هم برای نسل جدید حتما برید اون ویدیوها رو هم ببینید تا روی این متدها خیلی مسلطتر بشید حرف به دیگه باقی نمیمونه مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید اگه گلیچی دوست دارید براتون بذارم حتما قسمت کامنت ها بنویسید و اون گلیچی که از همه بیشتر لایک بخوره براتون زودتر میذارم تا ویدیوی بعدی و گلیچای بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود